بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم. امیدوارم که ماه مبارک خوبی رو پیش رو داشته باشید و در فرصت‌های پربرکتی که براتون فراهم هست همه ما بتونیم توشه مناسبی رو برای مسیر زندگی خودمون و برای بقیه فرصت‌های زندگی فراهم کنیم. ماه رمضان ماهی هست که در بین مجموع ماه‌های 12 گانه سال به طور ویژه از اهمیت خاصی برخوردار هست و مناسک و مناسبات عبادی و مراسم عبادی ویژه‌ای در این ماه برگزار میشه، برخلاف اونچه که بهش اهمیت داده میشه در ماه‌های دیگه به عنوان مراسم عزاداری. در این ماه مراسمی به عنوان عبادت و طاعت الله متعال و عمل نیک باید بهش توجه خاصی داشته باشیم تا قرب به الله متعال رو به دست بیاریم. شعار مؤمنین در این ماه مبارک نماز هست، صله رحم هست، انفاق و صدقات هست و از همه مهمتر و در رأس همه اینها روزه‌ای هست که از درون انسان رو و روح انسان و روان انسان رو به پاکی سوق میده و در رفتار و سلوک با دیگران باز هم پاکی و صفا و درستی رو در زندگی انسان به ارمغان میاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که وقتی که روزه دار باشید اگر فردی با شما خشمگیر شد، به شما بد و حرف زشتی رو به زبان آورد، بهش بگید من روزه دارم. روزه دار بودن آثار بسیار زیادی رو باید در رفتار و سلوک ما داشته باشه و گفتار ما رو زیر کنترل خودش قرار بده. علاوه بر این که همدردی با دیگران و به همین صورت همدلی با نیازمندان یکی از مهمترین محورهای اثرگذار در این عبادت فردی و از جهتی جمعی به شمار میاد. عبادتی هست که فردن انسان انجام میده ولی آثارش جمعی هست، آثارش بسیار وسیع و گسترده هست. امیدوارم که الله متعال به ما هرچی توفیق بیشتری عنایت بکنه تا بتونیم شبها رو در قیام لیل بگذرونیم، در ذکر پروردگار متعال و اطاعت و عبادت نماز بگذرونیم و روزها رو باز در تلاوت و همراه روزه و روزداران هم صدا و هم پیمان باشیم. سوره نساء رو داشتیم، آیات آغازین این سوره رو بررسی میکردیم که در ارتباط با حقوق وارثین یا ارث بود. گفتیم که حق الارث یا حقوق وارثین یکی از مهمترین حقوق مالی هست که قرآن کریم به طور ویژه بهش اهتمام خاصی داده و آیات بسیار بلیغ و فصیح و روشنگری رو در ارتباط با اینها و وضاحت این حقوق آورده. حفاظت حقوقی دیگران خصوصا اونچه که مرتبط با ارث و میراث هست، تأکید بر اون در قرآن کریم دلیل بر این هست که در معرض بیتوجهی قرار میگیره و عموما خیلی ها از اونجایی که یک مال بدون صاحب شمرده میشه با توجیهات یا با بیتوجهی
زیادی نگاه به این موضوع میکنن و هر کسی در پی دستبرد یا در پی تصاحب این مال میشه یا چشمش میدوزه. در جاهلیت عرب برای تقسیم میراث میت افراد معینی رو مد نظر قرار میدادند که درشون صلاحیت جنگ و دفاع از قبیله وجود داشت و به همین صورت درآمدزایی و توان درآمد ایجاد کردن برای خانواده و اطرافیان و قبیله رو درشون میدیدند. بقیه افراد نابالغین و از جمله یتیمان که نابالغ بودن محروم میموندن از حقوق حقیقی خودشون و در ادامه این موضوع زنان محرومیت بیشتری رو نصیبشون میشد. قرآن کریم به خاطر این در ارتباط به حقوق زن در موارد بسیار زیادی تأکید بسیار فراوان و مفصلی کرده تا اینکه این عنصر اجتماعی آسیب پذیر مورد حمایت قرار بگیره و در معرض ظلم و تعدی قرار نگیره. آخرین توصیه های پیامبر صلی الله علیه و سلم و وصیت های پیامبر صلی الله علیه و سلم در آخرین لحظات زندگیشون استوصوا بالنساء خیرا بود. در ارتباط با زنان شما رو توصیه میکنن که با نیکی باشیم تعامل و برخورد داشته باشید، برخورد نیک و برخورد ارزنده‌ای داشته باشید. رسیدیم به آیه 12 سوره نساء که حقوق زنان رو در بحث ارث و به همین صورت حقوق در واقع بگیم حقوق زوجین رو در بحث ارث تعیین میکنه. گفتیم قبلا که تفریق بین زن و مرد در ارتباط با میراث یک نظم اجتماعی و یک مبنای حکیمی رو در بر داره که اون مبنای حکیم برمیگرده به مسئولیت هایی که از نظر اجتماعی دین بر عهده دو رکن جامعه یعنی زن و مرد قرار داده. به طور طبیعی وقتی شما به کسی مسئولیتی رو میدید بر حسب مسئولیت هم برای اون امکانات مقرر میکنید. مسئولیتش پایین تر هست، امکانات کمتری هست. بودجه کشورها و مملکت و وزارت خونه ها عموما بر اساس این امور بسته میشه. به یک وزارت خونه یک بودجه داده میشه، به وزارت خونه دیگه بودجه دیگه داده میشه بر حسب تکالیف یا مسئولیت هایی که بر عهده هر کدوم از این وزارت خونه ها هست. ما باید در بحث مال و در بحث داشته های خودمون این نکته رو در نظر بگیریم که اون چی که داریم در کلش بدون در نظر گرفتن که این که منبع داشته های ما ارث هست، منبع داشته های ما سعی و تلاش فردی هست، منبع داشته های ما راههایی هست که شاید خودمون به طور مستقیم در حصول اون یا به دست آوردنش نقش مستقیم نداشته باشیم. به هر سبکی که میخواد باشه، مهم اینجاست که حلال باشه و نعمت الهی از منبع درستی حاصل شده باشه. نکته مهمی که باید ما در نظر بگیریم این هست که اون چیزی که ما به عنوان داشته ها و یافته ها در کل میشناسیم برای ما وظایفی رو ایجاد کننده هست. الله متعال فضل بعضكم على بعض في الرزق. بعضی از ماها رو با بعضی دیگه براشون یک سری امکانات بیشتری رو در اختیارشون گذاشته. یک انسان در یک محیطی آفریده شده یا متولد شده که اون محیط به طور طبیعی اون رو با شرایط اقتصادی و درآمدزایی
تاپ یا بلند اون رو آشنا کرده. یه فرد دیگه در این محیطی متولد شده که در اون محیط وضعیت زندگی و اجتماعی و درآمدشون بسیار پایین بوده، هیچ دخلی هم و هیچ بگیم نقشی فرد در اختیار و یا انتخاب این محیط نداشته، در انتخاب و اختیار خانواده که درش متولد شده نداشته، در انتخاب یا اختیار توانمندی هایی که داره در بحث درآمدزایی نداره. برخی ها توانمندی و به همین صورت قدرت ویژه ای دارند. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه که از اموالش بسیار زیاد در مسیر الله متعال صدقه و خیرات داد، حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه که اموالشون با میلیون ها هنوز هم در خدمت وقف اسلامی قرار داره، به همین صورت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که با اموال خودشون، اموال تجارت خودشون بیش از 7 نفر از بزرگان صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله که در وضعیت بردگی وجود داشتن رو آزاد کردن، همه اینها ثروتمند بودن و ثروتشون به هر حال به طور مستثنا یا بگیم به طور ویژه الله متعال میبینیم که براشون فراهم کرده و خیلی از بقیه از صحابه بودن که نیازمند و فقیر بودن. حضرت ابو هریره فردی بود که جزو اصحاب صفه بود و منتظر این بود که کسی بیاد براش کمکی بکنه، ولی فضیلتی که به الله متعال به کسی داد در هر زمینه ای، میخواد در بحث ذهنی و فکری باشه، میخواد در بحث درآمدزایی و اقتصاد باشه، میخواد در مسائل مختلف حتی اداری باشه، همه اینها در واقع مسئولیت زا هست، به این معنا که به تناسب داشته ها انسان مسئولیت داره. هر کسی که بیشتر بهش امکانات داده میشه، به همون تناسب وظیفه او بیشتر میشه. تصور ذهنی کسانی که ناباورند در ارتباط با خالق هستی، در ارتباط با آخرت و قیامت، همین هست که هر چی که به دست آوردی مال تو هست. دنیا جنگلی هست که هر کسی چیزی رو به دست آورد، سلطه از دیگری برتر داشت، میتونه بیشتر لذت ببره، بیشتر از اون امکانات بهره بگیری بکنه. جنگلی هست که بزرگتر کوچکتر رو تومه خودش میکنه و کوچکتر باید خوراک بزرگتر باشه. این تصور رو دارن. و در این میان خب برخی ها با یک قناعت بیشتری این فرم رو اجرا میکنن، بعضی ها هم قناعتشون کمتر هست. برخی ها مثل گرگ اکتفا به یک میش نمی کنند، 10 گوسفند رو میکشند و 1 گوسفند رو میبرند میخورند. برخی ها هم مثل شیر یک اون چیزی که نیاز دارن رو میخورند، دیگه میشینند تا موقعی که باید دوباره گرسنه بشن و تومه بعدی رو در پیش هستند. انسان مسلمان در ضمن چارچوبی که به عنوان انسانیت بهش آموزش داده، در هر حالت یک وضعیت متعادل رو داره، در پی رزقش هست با اصول و ضوابط، خرج میکنه با اصول و ضوابط، میدونه که هم در به دست آوردن مسئولیت داره و هم در خرج کردن مسئولیت. الله متعال از او میپرسه. در قیامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمایند که انسان در قیامت هیچ فیصله ای در ارتباط با اون نمیشه مگر اینکه ازش پرسیده بشه که از مالش که از کجا گرفتی و کجا خرج کردی. این یکی از مهمترین نکته هایی هست که انسان هم در بحث به دست آوردن یا
حاصل کردن نعمت ها و به همین صورت رزق و روزی مد نظر باید قرار بده و قرار میدهید مؤمن، و هم در بین در ارتباط با خرج کردن. به هر صورت که بخواد، با هر نحوی که لذت و شوق و به همین صورت میلش کشید، نمیتونه خرج بکنه و هزینه بکنه. به خاطر این اون چی که ما به عنوان حقوق در ارتباط با حقوق مالی میبینیم، ضوابطی است که الله متعال بر مبنای حکمت خودش برامون تعیین کرده و به همین صورت وظایف اجتماعی رو مرتبط هست. در نتیجه برای دختر نصیبی گذاشته، برای پسر نصیبی گذاشته، برای مادر حصه‌ای گذاشته، برای پدر حصه‌ای گذاشته، برای زن حصه‌ای گذاشته، برای شوهر حصه‌ای گذاشته، برای برادر در مواردی حصه گذاشته، برای خواهر در مواردی دیگه گذاشته. به همین صورت یه نظامی هست، نظامی که هم در بحث وظیفه شناسی این نظام تعیین کننده وظایف شرعی هست، وظایف اجتماعی هست، وظایف اقتصادی و مالی هست، و هم در بحث امکاناتی که در اختیارش میذاره مرتبط با این وظایف امکانات در اختیارش میذاره. گفتیم عیناً مثل همون بودجه‌ای هست که برای هر وزارتخونه‌ای به نحوی تصمیم گرفته میشه بر حسب نیازشون، بر حسب وظایف مسئولیت هایی که بر عهده‌شون هست. بودجه اگرچه در کشورهای ما متاسفانه حیف و میل زیاد میشه، ولی اصل این هست که اینها بر اساس ضوابط و شرایط و قواعدی که گذاشته شده هزینه بشه. اینن بحث ارث و میراث و بحث بقیه امکاناتی که الله متعال در اختیار میذاره هم همین اصل و ضابطه رو در بر داره. آیه 12 سوره نساء در ارتباط با حق ارث زن و مرد به ما میگه که ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. مال شماست نصف اون چی که زنانتون یا همسرانتون بر جای گذاشتند، ان لم یکن لهن ولد، اگر اونها فرزندی نداشتند. اگر فرزند نداشتند نصف میشه حق ارث شوهر، نصف اونچه که زن بر جای گذاشته. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدْ، اگر فرزند داشتن چه از شوهر دیگری یا از چه از شما فرق میکنه در این حالت، فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ، در این حالت شما به جای نصف یک چهارم رو ارث میبری از زن خودتون یا از اونچه که بر جای گذاشته. این ارث همونطوری که در ارتباط با فرزندان هم ذکر شد تأکید میشه من بعد وصیت یوصین بها او دین، من بعد از وصیتی هست که این زنان بهش توصیه میکنند یا دینی هست که بر جای گذاشتن. دین مقدم است، اول باید دین رو بدید، بعد وصیتی که توصیه شده رو پرداخت کنید یا ادا کنید. تقدیم و تأخیری که در اینجا وجود داره بر حسب اتفاقی هست که افتاده، چون وصیت عموما چیز هست که از طرف میت صورت میگیره و دین اون چیزی هست که شاید میت حتی فراموش کرده باشه، ولی در بحث پرداختش یا در حقش باید ما این اولویت رو در نظر بگیریم که اول دین میت رو بدیم، بعد تو وصیت اون رو اجرا کنیم، بعد از اون حق وارثین رو بدیم. به همین صورت ولهن و زنان هم یک چهارم اون چه که شما یعنی مردان بر جای میذارن رو به ارث میبرند. این لم یکن لکم ولد، اگر شما فرزند نداشتید چه از
زن قبل یا چی از همین زنی که فعلا همسرتون هست. فإن كان لكم ولد، اگر فرزند داشتین، فلهن الثمن مما تركتم، در این حالت یک هشتم از اون چی که شما ارث گذاشتید رو حق همسرانتون میشه. اگر یک نفر باشن به همون یک نفر میرسه یک هشتم، اگر بیشتر باشن به همه اونها تقسیم میشه. من بعد وصیت توصون بها او دین، بعد از وصیتی که شما توصیه میکنید یا دینی که بر جای گذاشتید. و قبلا هم گفتیم که وصیت برای وارثین صورت نمیگیره، برای کسانی دیگه که اومن یا وارث نیستن یا نیازمند هستن یا کار خیری هست در کل، و میت میتونه یک سوم مال خودش رو، تو حق داره تا یک سوم مال خودش رو وصیت کنه قبل از وفات خودش، بعد از وفات کرده دیگه حق وارثین هست. اگر در زندگی خودش شبه کرد که بحثش کلا مستقل هست، اما وصیت مرتبط با بعد از موت هست که قبل از موتش وصیت بکنه که بعد از موت من این مقدار رو میتونید بدید به کار خیر، بدید به فرد نزدیک یا نیازمندی بدید، و به همین صورت هست بر حسب رغبت و میلی که صاحب مال داشته باشه. گفتیم که وصیت برای میت نه برای از یک سوم بیشتر نمیتونه باشه، و به همین صورت برای کسانی که ارث میبرن هم وصیتی وجود نداره. این در ارتباط با حق ارث زن و مرد از همدیگه هست. یه موردی وجود داره که بهش میگن کلاله. کلاله اون کسی هست که نه فرزند داره، یعنی فرع وارث داره، نه اصل وارث، یعنی پدر داره، هم پدرش فوت کرده فرزندم نداره یا فرزندانش فوت کردند. و این کان رجلون، اگر یک فردی یورث و کلالتن، این فرد به صورت کلاله ارث ازش گذاشته بشه یا ارث بهش رسیده بشه، این فرد چه مرد باشه و چه زن باشه، وارثینش در یک وضعیتی باشه که نه فرزند داشته باشه و نه هم پدر و پدرش زنده باشه، و در این حالت له اخون او اختون، برادری داشته باشه یا خواهری داشته باشه. در این سوره اگرچه، در این آیه اگرچه ذکر خواهر و برادر مطلق اومده، ولی از اونجایی که در قرائات دیگری خواهر ناتنی از مادر یا برادر مشترک از مادر اومده، اتفاق همه مفسرین و صحابه بر این هست که این اخ و اخت لعم هست، یعنی برادر و خواهری که با مادر با میت مشترک باشن، پدرشون جدا باشه ولی مادرشون مشترک باشه. در این حالت فلکل واحد منهم السدس، این خواهر و برادری که مشترک با میت هستند در مادر، هر کدومشون یک ششم رو ارث میبرند. حتما سوال مطرح میشه خود به خود که خواهر و برادر مادری ذکر شده ولی خواهر و برادر تنی یا پدری در این آیه نیومده، که این آیه آخر سوره نساء این موضوع رو میاره که بهش میپردازیم. فإن كانوا اکثر من ذلك، اگر بیشتر از یک نفر باشن، از دو نفر باشن، یعنی این اخ او اخت هر کدوم از اینها شک ششم هست، اگر بیشتر از این عدد باشن، فهم شرکا و فستولوس، در این حالت همشون چه دختر چه پسر چه خواهر چه برادر همشون شریک میشن در
یک سوم. بیشتر از دو نفر باشن، دو نفر باشن، یک دختر، یک خواهر، یک برادر، هر کدومشون یک سوم میگیره، یک ششم میگیره. و اگر هم بیشتر از دو نفر باشن، چه دختر و چه پسر، یعنی چه خواهر و چه برادر، همشون در یک سوم شریک میشن. من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار. این بعد از وصیتی است که توصیه میشه به اون غیر مضار، غیر بدون اینکه به کسی ضرری رسیده بشه. این شرط تأکیدی در خاتمه این آیه بعد از وصیت و دین اومده تا اینکه تمام موارد وصیت ما قبل رو بر این اصل قائم نگه داره که هیچگاه نباید وصیت موجب ضرر رسوندن به وارثین باشه، یعنی حق وارثین رو در بینشون تبعیضی موجب تبعیض در بین وارثین بشه. وصیتا من الله، این وصیت از جانب الله متعال است. والله علیم حلیم، الله متعال آگاه است و حلیم است در اون چه که انسان نافرمانی میکنه، ولی الله متعال اون رو مؤاخذه نمیکنه، بهش فرصت میده. والله علیم حلیم، الله متعال علیم و حلیم است. گفتیم که مجموع احکام تفصیلی متعلق به ارث بسیار گسترده و بسیار تنوع و پراکندگی حکمی رو داره. احکام ارث و میراث به طور مستقل هممون مراجعه میکنیم به مراجعی که در این زمینه تخصص دارن و حکم شرعی رو یا حق شرعی رو تعیین میکنن و بر اون اساس حقوق رو تقسیم میکنیم. در اینجا ما اون چی که برامون حائز اهمیت هست اینه که بدونیم که همه این احکام وصیت از جانب الله هست، وصیتا من الله هست. این نکته مهم هست. توصیه الهی که هست یعنی اینکه از جهتی ما خودمون رو ملزم و وظیفه خودمون رو شرعی بدونیم در ادای این حقوق، و از جهتی دیگه راضی باشیم برای اینکه این حق شرعی ما هست. هم در ارتباط با توصیل حقوق دیگران جدیت داشته باشیم و هم در ارتباط با رضایت با حق خود اعتراضی رو در دل نداشته باشیم. این نکته خیلی مهم هست و در مجموع اینه که غیر مضار و نمیم به کسی دیگه ضرر برسونیم، یا اینکه در وصیتی که میکنیم بخوایم عده‌ای رو محروم کنیم از میراث، یا عده‌ای رو به هر حال به نحوی از حق شرعی خودشون اونها رو دور نگه بداریم. این وصیت الهی هست، حکم الهی هست، بهش پابند باشیم و بایش رضایت تام رو داشته باشیم. میان برنامه میبینیم ادامه آیات رو انشاءالله بعد از میان برنامه که خواهیم داشت بهشون خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام و جهت خدمت شما میگانی عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم، آیه 12 سوره نساء رو بررسی کردیم که حق زن و مرد رو در ارتباط با ارث و میراث تعیین کرد، و در ادامه این آیه، در خاتمه این آیه، نوعی از وارثین رو حق ارثشون رو یا ارث اونها رو روشن کرد که به اونها میگفتیم کلاله، کسانی که
پدرشون در قید حیات نیست و به همین صورت فرزند هم ندارند. این افراد به طور طبیعی ارثشون علاوه بر این که به همسر و به همین صورت مادر بخشی منتقل میشه، خواهر و برادر هم از ارث اینها بهره‌مند میشن. گفتیم که خواهر و برادر از جانب مادر در این آیه برامون تعیین شده که اگر یک خواهر یا یک برادر باشه، یک سوم رو هر کدومشون میگیرن و اگر هم بیشتر از این عدد باشن، اگر بیشتر از این عدد باشن همشون به طور برابر دختر و پسر، زن و مرد در یک سوم شریک هستند. این هم حکمت الهی هست که اینجا زن و مرد با هم مساوی یک حق رو نصیب میشن. گفتیم که پدر رو اون کسی که در وضعیت کلاله یا بدون فرزند و بدون اینکه پدرش در قید حیات باشه وفات بکنه ولی خواهر و برادر تنی داشته باشه، آخرین آیه سوره نساء این حکم رو در بر داره که انشاءالله ما در ادامه این برنامه که در خاتمه این سوره باشه به این آیه خواهیم پرداخت. فعلا الان به طور مختصر یا سریع از این آیه میگذریم. یستفتونه که قول الله یفتیکم فی الکلاله، آخرین آیه سوره نساء، و از تو دارن میپرسن در که الله متعال در مورد کلاله به تو این حکم رو میده. این امرؤن هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک، اگر فردی وفات کرد و فرزند نداشت ولی در این حال خواهر داشت، خواهرش نصف اون چیزی که گذاشته رو میبره. و هو یرثها، و اگر هم برادرش وارث باشه، یعنی زنی فوت کرد که برادرش وارثش باشه و فرزند نداشت، و این لم یکن لها ولد، این ارث رو کلن برادر میبره، تمام ارث میشه مال برادر بعد از اینکه زن یا مادر حقشون رو گرفتند. فإن کانت اثنتین، اگر دو تا باشند، دو تا خواهر باشند که از برادری ارث ببرند، فلهما الثلثان مما ترک، دو تا دو ثلث رو میگیرند، یعنی دو سوم رو میگیرند. و این کانوا اخوة رجالا و نساء، اگر خواهر و برادر باشند زن و مرد در ارتباط با میت، فللذکر مثل حظ الانثیین، هر برادری دو برابر خواهر ارث میبره. یبین الله لکم ان تضلوا، الله متعال براتون روشن میکنه تا اینکه گمراه نشید. والله بکل شیء علیم، الله متعال بر همه چیز علیم است. در اینجا هم علیم بودن الله متعال رو برامون یادآور شد، در این آیه هم عیناً علیم بودن الله متعال رو برامون یادآور شد تا بدونیم که مبنای این احکام علم الهی هست و به همین صورت حکمت پروردگار متعال در نظامی هست که برامون فرستاده و تسلیم امر او هستیم. بازم اگر بخوایم در ارتباط با این احکام اطمینان بیشتری از حکمتش به دست بیاریم، اگر بخوایم جنبه هایی از اعجاز نظام بسیار هدفمند و حکیمانه الله متعال رو در این باب بدونیم، جای تأمل و تدبر رو داره. همونطوری که در ارتباط با آیات قرآن کریم، در ارتباط با جهان آفرینش، در ارتباط با وصف آیات در زمینه جهان آفرینش تدبر و تأمل دروازش باز هست و بسیاری از مواردی از اعجاز علمی قرآن کریم برای خیلی از پژوهشگران آشکار شده و هنوزم دروازش باز خواهد بود تا قیام قیامت.
میتونه هر انسانی در این باب پژوهش کنه و تحقیق کنه و ببینه که چگونه میشه با معادلات دقیق علمی در بحث اقتصاد این حق و حقوقی که تعیین شده رو حکمتش رو بیرون آورد و خیلی از اینها بیرون اومده، ولی در خور موضوع برنامه ما نیست که در این ارتباط سخنی عمیق و یا بگیم دقیق تر از این گفته بشه. ولی در مجموع ما اون چی که باعث قانع شدن ما هست، اون چی که باعث ایمان و باور ما در این زمینه هست، مرتبط است با ایمان و باور ما به دو موضوع. موضوع اول به الله متعال، صفات کمال الله متعال، به حکمت الله متعال، به حاکمیت و ربوبیت رب ذوالجلال، به این که الله متعال خالق هستی هست و مدبر جهان هست. و نکته دوم به این که این قرآن کلام اون الله هست، نظام او الله هست، حکم او الله هست، از جانب اون پروردگار نازل شده. این دو موضوع هست که ما رو مطمئن داره و اگر حکمت این مسائل رو ندونیم هم اطاعت رو به گردن میگیریم. اگر فلسفه احکام رو ندونیم هم باز هم خودمون رو ملزم میدونیم. اگر حکمتی دونستیم فلسفه احکام رو پی بردیم، خب ایمانمون قوی تر میشه، اطمینانمون بیشتر میشه. ولی در کل اون چی که باعث قناعت ما هست ایمان ما به دو موضوع هست، ایمان به الله، به الله با تمام صفات کمالی که به الله اعتقاد داریم، و ایمان به این کتابی که از جانب پروردگار متعال به عنوان شریعت خاتم اون رو میدونیم. بر این اساس آیه بعد به ما میگه تلک حدود الله. اونجا که دارید شما مطالعه میکنید یا بهتون گفته میشه یا براتون توصیه میشه، اینا حدود الهی هست، مرزهای الله متعال هست. ما در حدود الهی فکر میکنن خیلی ها که حدود الهی عبارت از همون احکامی که در بحث جنایات از نظر شرعی تعیین شده است. حد نمیدونم تهمت زدن، حد دزدی، حد زنا و امثال اینها. اینا حد مجازات هست، حدود مجازاتی هست که شریعت تعیین کرده که باید ما اونها رو اجرا کنیم تا اینکه موجب بازداشتن افراد تجاوزگر یا افراد بی‌ضابطه یا افراد متعدی بر قانون بشه. این حدود یا این مرزها مرزهایی هست بازدارنده. این مرز بازدارنده نیست، این مرز حقوقی هست که برای حفظ حقوق افراد رعایت کننده یا در برگیرنده حدود حقوقی افراد هست. همانطوری که یک زمین حدودی رو داره که این زمین ملک فرد معینی هست، برایش ما حد و مرز معینی رو تعیین میکنیم، همانطوری که در ارتباط با یک منزل برایش حد و مرز و حدودی قائل هستیم که منزل در این با این حدود یا با این مرز یا با این دیوار ملک فرد معینی هست، این حقوقی هم که در بحث ارث و میراث قرآن کریم برامون وضاحت کرده و برامون تبیین و روشنگری کرده هم باز هم حد و حدود مالی هست که الله متعال در ارتباط با بازماندگان میت تعیین کرده که این بازماندگان اون چی که مونده از میت رو به چه صورت باید بین خودشون تقسیم کنن و این حق رو از جانب الله متعال بدونند. تلک حدود الله، اینا حد و حدودی هست که الله متعال در این حقوق تعیین کرده که هر کسی این حق و این حدود رو داره و باید این حق و حدود رو رعایت بشه. دینی هست، حقی هست، حدی هست که الله متعال براتون تعیین کرده.
وظیفه ما هست. میگیدی فوت کرد و برگردنش دینی موند، چه فراموش کرد، چه فرصت دادنش رو نیافت. بیا به همین صورت بر عهده ماست که این دین رو بدیم، وصیتی کرد در عهده ماست. فکر نکنیم که دیگه قضیه تمام هست، اون رفت، همه این اموال رو ما میتونیم با تصرف و دخل آزادانه برش تسلط داشته باشیم. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله، اینجا حدودی هست که باید رعایت کنید. من یطع الله و رسوله، اون کسی که اطاعت کرد الله و رسولش، یدخله جنات تجری من تحت الانهار و خالدین فیها، در نهایت وارد میشه به بهشت هایی که درش نهرهایی در جریان داره و درش دائم و پایدار میمونه. و ذالک الفوز العظیم، این هست رستگاری عظیم و خوشبختی حقیقی. ذالک الفوز العظیم، اطاعت الله و رسول اصل بسیار بسیار مهمی هست در بحث ایمان. مقتضای ایمان ما به الله و رسول اطاعت هست، اطاعت از الله، اطاعت از کتاب الله هست، اطاعت از رسول، اطاعت از سنت رسول الله هست. و در واقع اطاعت از رسول اطاعت از الله هست. من یطع رسول فقط اطاع الله، اون کسی که اطاعت از رسول کنه فقط در واقع اطاعت الله رو کرده، به خاطر اینکه رسول فرستاده الله هست و ما ینطق عن الهوا، بر مبنای میل خواهش فردی خودش سخن نمی کنه، نمیگه. اگر هم در موردی اجتهادی کرد، سخنی رو گفت، وحی اون رو کنترل داره، زیر نظر وحی هست، فرستاده شده الله متعال هست. موارد زیادی بوده پیامبر صلی الله علیه و سلم، فردی میاد سوالی رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسه، پیامبر حکمی رو بهش میدن، بعد میگم صداش میزنن، میگن این سوال دوباره سوال تو بپرس، سوال میپرسه، میگن نه حکمش این هست. حضرت عبدالله بن مکتوم میاد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسن که رسول الله، من یک خدمتکاری داشتم یا فردی داشتم که دست منو میگیره به مسجد منو میآورد، نابینا بود شون و ایشون رو الان ندارم، از دست دادم و برام اومدن مسجد مشکل هست، من اجازه میدید که در خونه جایی رو بگیرم و اونجا نماز جماعت بخونم یا نماز بخونم؟ پیامبر بهش اجازه دادن. وقتی که رفت و فاصله گرفت، صدا زدن، گفتن که آیا صدای اذان رو میشنوی؟ گفت بله. صدای اقامه رو میشنوی؟ گفت بله. گفتن اجابت کن، اجابت کن، جوابشو بده. این حکم در ارتباط با هر نابینایی نیست، در ارتباط با ایشون. ایشون مادرزاد نابینا بود و انسانایی که مادرزاد نابینا هستن الله متعال بهشون توانمندی‌های ویژه‌ای رو میده. و کسی بود عبدالله بن مکتوم، کسی بود که در 13 مورد قضاوات پیامبر صلی الله علیه و آله از شهر بیرون می‌رفتن، پیامبر صلی الله علیه و آله ایشون رو به عنوان نماینده خودشون انتخاب کردن، می‌کردن. همونطوری که در مواردی برخی دیگری از صحابه رو انتخاب کردن به عنوان نماینده خودشون. این دلیل بر خرافت هست و نه دلیل بر امامت هست، بل دلیل بر این که این فرد فضیلتی رو داره، شایستگی اینو داشته که پیامبر صلی الله علیه و آله به عنوان نماینده خودشون در یک موقعیت انتخاب کنن. چون در این توانمندی رو میدیدن و وجودش رو در مسجد لازم میدونستن، گفتن که نه، صدا رو بشنوی، خودتو برسون، بهش اجازه ندادن. بعضی موارد دیگری هم وجود داره که به صورت پیامبر صلی الله علیه و آله حکمی رو دادن و بعد خواستن و دوباره از حقیقت موضوع جویا شدن و حکم رو عوض کردن. موارد این هست که قرآن کریم در ارتباط با تصمیماتی که پیامبر گرفتن یا رفتاری کردن، پیامبر صلی الله علیه و آله رو سرزنش میکنه. عبس و تولا ان جاءه الاعمى و یدریک لعله یزکی، در ارتباط با برخوردی که با همین عبدالله بن مکتوم داشتن، سوره عبس نازل میشه.
برخورد شون با کبار قریش برای دعوت موجب شد که متوجه یا توجهی به سوال یا به حضور عبدالله ابن مکتوم ندن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همین صورت در ارتباط با اجازه دادن به ایده ای که در واقع با بهانه خواستن از غزه فرار بکنن، قرآن کریم پیغمبر رو سرزنش میکنه. افالله انک لم اذنت لهم، الله تو رو آمرزید، ولی چرا اینها رو تو بهشون اجازه دادی؟ تا اینکه می اومدن و معلوم شد که اینها چقدر صادق هستن در ایمان خودشون و ناصادق هستن. در مجموع اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در موارد بسیار اندکی که اجتهاد فردیشون به خطا رفته بود که این گناه در واقع به شما نمیاد، اجتهاد فردی هست، وحی الهی تصحیح میکنه. و ما وقتی که اسمت رو پیامبر نسبت بدیم، نه اسمت ذاتی هست طوری که نعوذ بالله ذات الهی از این صفت برخوردار هست و متاسفانه به خیلی به ائمه هم نسبت داده میشه، این اسمت مخصوص الله متعال هست. اسمت از خطا نیست، اسمت از نافرمانی شریعت الهی هست که وقتی که حکم الهی صادر بشه، مخالفت با حکم الهی از اینها زیبنده اونها نیست. و به همین صورت اگر خطایی هم صورت بگیره، موجب در زیر نظر وحی الهی تصحیح میشه، در نتیجه همیشه محفوظ هستن، حفاظت شده هستن از اینکه دچار خطا بشن یا اینکه مخالفت با شریعت ازشون صورت بگیره. بر این مبنا اطاعت رسول در واقع اطاعت الله متعال شمار میاد، چون زیر نظر الله متعال انجام وظیفه میکنه رسول، خودش به طور مستقل فعالیت یا کاری رو انجام نمیده. اون کسی که اطاعت الله و رسول کرد، رستگاری و سعادت اخروی رو به دست میاره. و برعکس، و من یعصی الله و رسوله، اون کسی که نافرمانی کرد، عصیان کرد از الله و رسولش، و یتعد حدوده، و حدود الهی رو تعدی کرد، یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین، اونها رو به عاقبت آتش جهنمی دچار میکنه که درش دائم و پایدار میمونند و عذاب اهانت باری هم باید متحمل بشن. ما اعتقاد داریم و ایمان داریم به این اصول و ضوابط. برای این اساس تسلیم امر الهی هستیم، رضایت به حکم الهی داریم و اطاعت از امر الهی رو راه خوشبختی و سعادت میدونیم. به دست آوردن امکانات در زندگی موقت دنیا محور تفکر و اندیشه و محور دغدغه فکری و ذهنی ما نیست، سعادت و خوشبختی آخرت هست که هم و غم زندگی ما رو به خودش اختصاص میده. در دنیا اون چیزی که به دست میاریم در واقع توشه‌ای برای رسیدن به آخرت هست، وسیله‌ای برای رسیدن به عاقبت نیک هست. امکاناتی که ما در اختیار داریم در واقع یک وسائلی به شمار میاد که این وسائل ما رو به هدفمون که رضایت و خوشنودی الله متعال هست میتونه برسونه. اگر از این امکانات وسائل استفاده درست نکنیم، نه تنها این امکانات برامون خوشبختی و سعادت دنیا رو به طور حقیقی نمیاره، اگرچه ظاهرا شاید خیلی‌ها بگن فلانی خوشبخت است چون امکانات داره، چون زندگی داره، چون شغل خوبی داره، چون مال داره، چون ثروت داره، چون هر چی میخواد میخره، چون هر خونه‌ای میخواد میسازه، هر چی میخواد میخوره، هر چی میخواد میپوشه، بر اساس رغبت خودش رغبت های دنیا زندگی میکنه. شاید در ظاهر اینچنین تصور بشه، ولی واقعیت اینه که در دنیا هم اون خوشبخت نیست، به خاطر اینکه همه اینها موقت هست.
اون طرف سکه رو ما نمیتونیم ببینیم، عاقبت امور رو نمیتونیم ببینیم. آیا همه اینها تا در همین دنیا پایدار هست؟ در همین دنیا هم پایدار نیست. از کجا میدونیم که همین فرد با همین امکاناتش روزی گرفتار بشه به شرایطی که تمام امکانات رو حاضر بشه بده ولی مثلا سلامتی رو به دست نیاره؟ ما داریم زیاد داریم الان ثروت هایی دارن که نمیتونه کسی ثروت هاشون رو حتی به حد و حدود محاسبه بکشونه، ولی از خوردن یک لقمه نون ساده که یک انسان بسیار مستمند فقیر داره ازش لذت میبره محرومن. از بزرگترین نعمت هایی که الله متعال به ساده ترین انسان ها داده محرومن. سلامتی، آرامش، آرامشی که خیلی ها دارند، هیچی ندارند ولی دارند، دستشون خالی از جیبشون خالی از ولی دارند این آرامش رو، ولی خیلی ها که امکانات مالی دارند آرامش رو ندارند. امنیت در کل همه اینها نعمت های پروردگار متعال هست. اگر ما از این نعمت ها بهره درستی بگیریم، در دنیا هم این بهرمندی ما دوام خواهد داشت و به همین صورت پایدار خواهد موند و در آخرت از همه مهمتر هست، پایداریش خودش رو حفظ خواهد کرد. و برعکس، اگر از این امکانات بهره درستی نگرفتیم، استفاده درستی نکردیم، در دنیا هم از اینها محروم خواهیم شد و در آخرت نه تنها محروم خواهیم شد بلکه باید بار این نعمت ها رو متحمل بشیم. از هر نعمتی که برخوردار بودیم، از کوچکترین نعمتی که برخوردار بودیم پرسیده میشیم. صحت و سلامتی، از وقت خودمون، از عمری که داریم، از مالی که در اختیار داریم، از علمی که داریم، آگاهی که به دست آوردیم، همه اینها پرسیده میشه، جواب باید بدیم. در اختیارت بود چیکار کردی؟ به تو عطا شد، در چه مسیری ازش استفاده کردی؟ از الله متعال می‌خوایم که ما رو به شریعت خودش پایبند نگه بداره و به همین صورت ما رو از این که خدای نکرده در معرض اعتراض یا عدم رضایت حکم او باشیم ما رو دور نگه بداره. بله، بیننده پرسیدن که حکم رفتن مسلمان ها به کشورهای غیر مسلمان چی هست؟ ما اصلی رو داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما این رو میگن که من بری هستم از اون کسی که در بین مشرکین سکونت گرفت، یعنی مسلمان ها و جامعه اسلامی رو ور کرد و در بین مشرکین زندگی کردن رو ترجیح داد. این اصل هست، ولی خب با وجود اینکه این اصل هست، شرایطی ویژه هم پیش میاد که مهاجرت برای انسان یا لازم میشه یا مجبور میشه به مهاجرت، که در این شرایط شاید جامعه غیر مسلمان باشه ولی درش عدالت هست، مثل مسلمان ها که به حبشه هجرت کردن. مسلمان که به حبشه هجرت کردن از جامعه مکه، اگرچه خب عده از مسلمان ها با اونها بودند، زیر فشار قرار داشتن، از اون جامعه دیدن که توان و امکانات ادامه زندگی دینی براشون مشکل هست، به منطقه به جای رو آوردن که در اونجا امنیت بود، تونست بتونن عبادت خودشون رو طوری که خودشون میخوان انجام بدن بدون اینکه زیر فشار باشن و تحمیل بر تغییر و تفکر اندیشه بشن.
اگرچه خب جامعه اهل کتاب بودن و شاید هم بینشون نوعی از انحراف هم وجود داشت در بین اهل کتاب، ولی خب نمیشه همه رو متهم کرد به شرک در اون موقعیت. جوامع فعلی که به عنوان جوامع اسلامی شمرده میشه همه مثل هم نیست. برخی از جوامع شرایط زیستی، شرایط دینی خوب هست، برخی از جوامع انسان رو وادار میکنه یا برخی از حکومت ها که مهاجر بشه. در کل باید انسان سعی و تلاش خودش رو بکنه همیشه که در جایی زندگی بکنه که برایش عبادت کردن میسر باشه، التزام به دین آزاد باشه و برادران مسلمانش دور برش وجود داشته باشن در هر جایی که میخواد باشه، حداقل محله ای رو انتخاب بکنه که به این صورت باشه. کشورهای غیر اسلامی هم حداقل این امکانات رو در برخی از اماکن داده میشه و اونایی که اونجا هم هستن سعی کنن به هر صورتی که امکان پذیر هست ارتباط خودشون رو با مراکز اسلامی تقویت بدن و اگر امکان مهاجرت به کشورهای اسلامی وجود داره براشون خب باز این اولویت هست. دو برنامه دیگر، الله متعال یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.